دارم خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب جمهوری خواه و سوسیال دموکرات لایک ایران. دعوتی امشب من آقای منوچهر صالحی از مبارزین ملی سوسیال دموکراتیک بگم و از افراد خوشنام، نویسنده، تحلیلگر، پژوهشگر قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، حدودش فکر میکنم حدود 58 یا 60 سال بعد باشه، کار دائم سیاسی، فکری، عملی، نویسندگی انجام میده. بحث امروز ما بحران خاورمیانه یا جنگ که بین حماس، فلسطین و اسرائیل و مرحله دموکراسی در ایران که جنبش ایران داره به سمت استقرار دموکراسی میره، حتی خواسته های جنبش های اجتماعی در ایران صنفی هم یک خواست مترقیه، یا به خاطر دستمزدها یا بازنشستگی یا به خاطر مثال بیکاری، ولی همه اینها یک خواسته های مدرن و امروزی هست. یعنی در ایران جنبش به سمت استقرار دموکراسی و خواسته های صنفی و اجتماعی میره، ولی در خاورمیانه ما یک جنگی که در 52 روز اگه اشتباه نکنم تا به امروز ادامه دارد. نظر آقای صالحی در این مورد کنار هم دیگه بگم، در دو سویه بین ایران در داخل و خاورمیانه، اون چیزی که تحلیلی که ایشون یا نظر ایشون جویا شد. برای مدت 25 دقیقه آقای صالحی بفرمایید، در خدمت. عرض میکنم خیلی ممنون که این فرصت رو به من میدید راجع به این مسائلی که تر کردید تبادل نظر بکنیم. در مورد وضعیت جنگ بین فلسطینیا و نیروهای ارتش اسرائیل در غزه، بعقیده من این نبرد که به نام طوفان الاقصا نامیده شد از طرف فلسطینیا، این چهره خاورمیانه را عوض میکنه. یعنی این نبرد آنچنان عظیم بوده، ضربات بسیار عظیمی به اون سیستم فکری و سیاسی که اسرائیلیا در 75 سال گذشته دکترینی که تدوین کرده بودند برای سلطه در مناطق فلسطینی و نقش اول بازی کردن به عنوان قوی ترین اقتصاد منطقه، قوی ترین ارتش منطقه در خاورمیانه، همه اینا رو از نظر من به هم ریخت. شما میبینید اسرائیل در سال 1967 در 6 روز صحرای سینا رو فتح میکنه، مناطق باقی مونده فلسطین، کرانه باختری و غزه رو اشغال میکنه، بلندی های جولان اشغال میکنه، بخشی از مناطق مرزی لبنان رو اشغال میکنه. در 6 روز این کار انجام میده و اینها از اون زمان سرمست این غرور که ما همیشه هر هیچکی در مقابل ما نقشی نمیتونه بازی بکنه، با ما همیشه میتونیم اراده خودمونو از طریق قهر و خشونت نظامی و بالا بردن هزینه برای اونهایی که قصد حمله به ما دارن یا اینکه قصد اینو دارن که پروژه‌هایی رو که ما دنبال میکنیم اینا تحقق پیدا نکنه، میتونیم اراده خودمونو به اینا تحمیل بکنیم. منتها هرچقدر زمان گذشت ما میبینیم که اسرائیل امکاناتش کمتر شده. برای نمونه در سال 1974 مصر و سوریه میتونن
غافلگیر بکنن اسرائیل رو، حمله بکنن به مناطق اشغالیشون، بخشی را آزاد بکنن و بالاخره بعد از 2 هفته جنگ و در نتیجه فشار امریکا، اسرائیلیا مجبور میشن به آتش بس تن در بدن، مجبور میشن 30 کیلومتر ارتششون رو از کانال سوئز دور بکنه که کانال سوئز باز بشه. بعد قرارداد صلح موقتی که بسته میشه به اونجا منجر میشه که مصر، آقای سادات به اسرائیل سفر میکنه، در کنست مجلس اسرائیل سخنرانی میکنه و طبق قراردادی که بسته میشه صحرای سینا رو مصر پس میگیره، منتها به این قیمت که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه و مسئله فلسطین هم در این قرارداد فقط ضمنی مطرح میشه. تموم شد رفت. سوریه بدون اینکه چیز کنه، بدون اینکه قراردادی امضا بکنه، منتها بخشی از مناطق جولان که اشغال کرده بود اون در دستش میمونه، مناطق دیگه در اختیار اسرائیل باقی میمونه تا امروز. و اردن هم که تا اون زمان کرانه باختری زیر قیومیتش بود، اینو به اسرائیل واگذار میکنه و با اسرائیل صلح میکنه. یعنی همه اینا به نفع، لااقل قرارداد با مصر و اردن به نفع اسرائیل بوده. چرا؟ چون این مناطق فلسطینی تحت کنترل اسرائیل باقی میمونه و از اون زمان اسرائیل شروع میکنه به تدریج در این مناطق برخلاف قوانین بین الملل شهرک سازی، خونه سازی، در چه در غزه چه در کرانه باختری، تا اینکه متعاد گروهای فلسطینی به مبارزشون ادامه میدن، به خصوص فلسطینی های ساکن غزه، چون در همس اون کرانه باختری حسابی در محاصره اسرائیل، یعنی اونا ارتباطشون به خاطر رودخونه اردن با اردن قطع، و تازه این نوار مرزی هم در کنترل اسرائیل و اینا کاری نمیتونن بکنن. منتها در غزه به خاطر مرز مشترک غزه با مصر میتونستن سلاح وارد بکنن و دست به مبارزاتی بزنن، که این باعث این میشه که بالاخره، فکر میکنم الان سالش یادم نیست، که شارون در چیز میشه در سال 2004 فکر میکنم، نیروهاشو از چیز از غزه میکشه بیرون و اون شهرک هایی هم که ساخته بودن که 7000 یهودی شهرک نشین در اونجا زندگی میکردن، اونا همه مجبور میشن برگردن به اسرائیل یا به اونا در کرانه باختری در شهرک هایی که اونجا ساختن خونه میدن. و به این ترتیب کنترل غزه را میدن به حکومت خودگردان که به رهبری عباس اون موقع بود و انتخابات 2006 باعث این میشه که حماس که در غزه مبارزه میکرد انتخابات رو ببره، اکثریت مجلس رو به دست بیاره و حماس میتونست به تنهایی حکومت تشکیل بده، منتها امریکا و اتحادیه اروپا گفتن که اگر حماس قدرت رو به دست بگیره کمکاشون رو قطع میکنه و شما میدونید که بدون کمکایی که هم میگیرن اصلا نمیتونن نفس بکشن، نمیتونن نون و آبشون رو تأمین بکنن. حماس هم به این خاطر اومد یه حکومت ائتلافی تشکیل داد، منتها نخست وزیر هنیه شد، اسماعیل هنیه شد، منتها حکومت ائتلافی بود، تا اینکه این حکومت ائتلافی با دولت اسرائیل قرارداد آتش بس موقت می‌بنده و
برای 10 سال که دو طرف به همدیگه حمله نکنند. 6 ماه نگذشته اسرائیلیا به غزه حمله میکنن و 24 فلسطینی رو میکشن. این باعث این میشه که حماس میگه من به این آتش بس دیگه قرارداد آتش بس اعتبار نمیدم و مبارزه مسلحانه را علیه اسرائیل دوباره شروع میکنن و منتها در دولت باقی میمونه. اون زمان غزه فرمانداری داشت که مال جنبش الفتح بود. این فرماندار اسمش حالا یادم رفته سعی میکنه و از طریق نیروی نظامی الفتح که اونجا حضور داشته حماس رو خلع سلاح بکنه برای اینکه حمله نکنه به اسرائیل. جنگ داخلی در غزه در میگیره، حماس برنده میشه و از اون زمان 17 سال حماس کنترل غزه رو در دست داره و این باعث این میشه که اسرائیلیا غزه رو در محاصره کامل بگیرن و تبدیلش بکنن به یک زندان سرباز. این طوفان الاقصا در واقع بازتاب وضعیت موجود بوده برای رهایی از این وضعیت و اینکه حدود 5 تا 6 هزار فلسطینی در زندانهای اسرائیل به سر میبرن برای رهایی این افراد. اینا یه نقشه میکشن که برن گروگان بگیرن و از طریق گروگان ها زندانی ها رو معاوضه بکنن و بکشن بیرون که الان این کار داره انجام میگیره. منتها بعد از اینکه اسرائیل زده نصف غزه رو از طریق بمباران های سنگین نابود کرده و از طرف دیگه هم نزدیک 15,000 نفر رو کشته. از نظر من الان آتش بس وجود داره، داره مبادلات انجام میگیره. البته امریکا و اسرائیل هنوز تر میکنن که حماس باید از بین بره، اسرائیل میخواد کنترل نظامی منطقه رو در دست بگیره اما کنترل اداری غزه رو میخواد بده به حکومت خودگردان محمود عباس. یعنی همین وضعیتی که توی کرانه باختری وجود داره در غزه هم تکرار بشه که اسرائیلیا و هر کاری دلشون میخواد بتونن انجام بدن. من فکر نمی کنم اسرائیلیا بتونن این پروژه رو پیاده کنن چون اولا غزه رو فتح نکردن. امروز خود فلسطینی ها میگن زور بزنیم 20% غزه دست اسرائیل، 60% هنوز تحت کنترل حماس و متحدینشه. بعد وزیر جنگ اسرائیل هم گفته ما 2 ماه دیگه میتونیم جنگ رو ادامه بدیم. اینا در 2 ماه تونستن فقط 20% بگیرن، در 2 ماه دیگر هم من تضمین میدم که نخواهند تونست تمام غزه رو فتح بکنن. به همین دلیل این پروژه شدنی نیست. اینو من فکر میکنم که امریکایی‌ها و اروپایی هم فهمیدن و یک جوری دنبال این هستن که آتش بس ادامه پیدا بکنه. الان من میرم سر مسئله ایران، آتش بس ادامه پیدا بکنه که بشه یک رای حلی پیدا کرد برای مسئله فلسطین. ایده‌ای اومده که تا سال 2030 بشه یک دولت مستقل فلسطین در کرانه باختری و غزه درست کرد. و اگه این پروژه آقای صالحی، سوالم همین جا بود. الان دیدم اتحادیه اروپا هم تقریبا کلی اعضاش همینو میگن، ایجاد 2 دولت کنار همدیگه. این چیزی که تا حالا اسرائیل به خصوص جناح نتانیاهو خواسته بود به فراموشی بسپرد دیگه. از همون 2004 یا 2006 ما دنباله اون هستیم، فقط از 7 اکتبر نیست این جریان، از قبل. شما تا چقدر این جریان رو معتبر میبینید؟ من به این نتیجه رسیدم، ببینید اسرائیل همیشه در مقابل زور عقب نشینی میکنه. اینا اصلا فلسطینی ها را آدم حساب نمی کردن تا اون انتفاضه اول شروع میشه که تظاهرات وسیع مردم با سنگ تونستن ارش اسرائیل را مجبور به عقب نشینی بکنن و کلی هم کشته دادن. اما اون باعث این شد که قرارداد اسلو امضا بشه، دولت خودگردان تشکیل بشه. من معتقدم که اسرائیلی ها فهمیدن که
این وضعیت نمیتونه اینطوری ادامه پیدا بکنه، چون ادامه این وضعیت یعنی عدم امنیت در درون اسرائیل. بعد وقتی که امنیت درونی وجود نداشته باشه، سرمایه گذاری نمیشه، مردم از جای دیگه دنیا پا نمیشن بیان در اسرائیل زندگی بکنن، و این وعده هایی رو که اسرائیل داده بوده به یهودی های دنیا، اینا قابل عمل نیستن دیگه. و امروز هم با موشکایی که در اختیار نیروهای مقاومت است، با اون هر نقطه اسرائیل رو میتونن هدف قرار بدن. یعنی این عدم، برای اینکه این عدم امنیت از بین بره، اسرائیل باید با فلسطینی ها به یک توافقی برسه، و این طوفان الاقصا در واقع از نظر من نقطه آغاز این رونده، آغاز این روند که شاید تا 2030 این پروژه پیاده بشه، که هم امنیت اسرائیل تامین بشه و هم امنیت فلسطینی ها، و اینکه دارای یک دولت خودگردان بشه. این بحث رو میبندم اینجا، میرم سر ایران. شما میدونید که در هر حال ایران در این پروژه نقش داشته، سالها به نیروهای فلسطینی که مبارزه میکردن علیه اسرائیل کمک نظامی کرده، بهشون یاد داده چجوری موشک بسازن، چجوری جنگ نامتقارن و علیه ارتش اسرائیل تمرین بکنن، و خود این پروژه تونل زدن و اینکه امروز اونا در زیر زمین، اسرائیلیا در بالای زمین دارن با هم می جنگن، به اسرائیلیان بیش از 20% غزه رو بعد از تقریبا 2 ماه نتونستن تصرف بکنن. اینا همه نشون میده که بنابراین امروز فلسطینی ها به سیستم های دفاعی و حمله‌ای دست پیدا کردن، یعنی جنگ نامتقارن رو تونستن بهش تسلط پیدا بکنن، و با این جنگ نامتقارن تونستن در واقع اسرائیل رو به اینجا برسونن که هنوز نتونسته حریف اینا بشه، با اینکه این همه بمباران کرده، این همه خرابی به بارا بود. چون هنری نیست از بالا بمب بندازی سر مردم، مردمی که تو خونه هاشون هستن. این نقش ایرانه، و بنابراین اگر قرار بشه بخواد برای فلسطین رای حلی پیدا بشه، غرب باید با ایران هم یک جوری کنار بیاد، یعنی که ایران هی بازم انگولک نکنه، چون این انگولک ایران و این نیاز مردم فلسطین برای اینکه از زیر ستم رژیم اشغالگر بیرون بیان، باعث این شده که این وضعیت به وجود بیاد. به همین دلیل من فکر میکنم که غرب این دوتا پروژه، یک جوری با ایران کنار اومدن و پروژه دولت سازی در فلسطین، و این دوتا رو همزمان با هم دیگه انجام خواهد. این پروژه در رابطه با ایران برای اپوزیسیون دو وضعیت میتونه به وجود بیاره، چون بریم سر اون مسئله امکانات. یکی این هستش که اگر این پروژه طوری بشه که ابعاد محاصره اقتصادی رژیم ازش کاسته بشه، وضعیت اقتصادی ایران میتونه بهتر بشه، و این وضعیت اقتصادی میتونه مردم رو نسبت به شکل حکومت یک مقدار بی تفاوت بکنه، چون مردم همه دنبال این هستن که وضع زندگیشون تأمین بشه. پدر شب میره خونه، بچه‌هاش سر گرسنه نذارن سر بالین خواب، و این باعث، این حرکت خودش دو سویه داره. از یک طرف میتونه وضعیت اقتصادی رو چیز کنه، مردم رو از دامنه اعتراضات اقتصادی و مطالباتی بکاهه، و یک نوع ثبات برای رژیم ایجاد بکنه. میتونه در این حال، این وضعیت میتونه در این حال موجب این بشه که طبقه متوسط دوباره رشد بکنه، وضعیتش بهتر بشه، و با بهتر شدن وضعیت اقتصادیش
انتظارات و خواستاش از حکومت بیشتر میشه. بنابراین این دو سویه داره، هم میتونه همزمان موجب ثبات رژیم، کاهش جنبش‌های اعتراضاتی، از طرف دیگه گسترش خواستای و انتظارات طبقه متوسط در ایران بشه. و اگر طبقه متوسط بتونه در این حرکت طبقات پایین خودشو، یعنی پایین تر از متوسط، اینها رو به سوی خواسته های خودش جذب بکنه و این خواسته طبقه متوسط رو تبدیل به یک خواسته ملی بکنه، در اون صورت میتونه از رژیم امتیازات زیادی بگیره. و اگر در این روند جامعه ایران به هر دلیلی در رابطه با مرگ خامنه‌ای یا به دلایل اختلافات دیگر، اتفاقات دیگری که میتونه بیفته، میتونه حتی تبدیل به یک حرکت اجتماعی بشه، اجتماعی سیاسی بشه که رژیم رو به چالش جدی بگیر. به همین دلیل یعنی میشه گفت در آینده تا 6 سال دیگر آقای خامنه‌ای 2 سال از من بزرگتره، 6 سال دیگه میشه تقریبا 90 سال. و اینکه ایشون 90 سال عمر میکنه نکنه من نمیدونم. در هر حال توی این دوران یک اتفاقاتی در ایران خواهد افتاد. اگر غرب تحریم ها رو ادامه بده، پروژه دولت سازی در فلسطین رو از پروژه کنار اومدن با ایران کنار بذاره، فقط بره دنبال دولت سازی و تحریم ها رو حفظ بکنه، بنابراین یعنی دامنه بحران در داخل کشور ما باقی خواهد موند. منتها چون طبقه متوسط خیلی کوچک شده، ضعیف شده، نیرویی که بتونه جنبش ضد رژیم رو رهبری بکنه در داخل کشور، این نیرو ناتوانه، کوچکه و ناتوانه. صداتون نمیاد. معذرت میخوام، صحبتتو قطع میکنم. یعنی شما اون انرژی فعالیت قشر متوسط جامعه ایرانه که میتونه موتور یا تا یه حدی با در رابطه با جنبش های اجتماعی، خواستای صنفی، معلمان، کارگران و و در رابطه میبینید با جنبش آینده ایران، چه به صورت، یعنی اگه تحریم ها به همین شدت ادامه پیدا کنه میتونه حتی باعث تقویت جمهوری اسلامی بشه. این نظر فردی منه. هرچی مردم فقیرتر بشن، آخر صدام هم همین بود، عراقی ها خیلی فقیر شده بودن ولی فساد و مشکلات رژیم صدام پابرجا بود. ولی با سال 55 که فکر میکردن یه عده ایران جزیره ای ثباته، خاطر توسعه قشر متوسط بود که جزیره ثبات 1 سال بعدش شد اون چیزی که ما دیدیم. یعنی شما تو همین چارچوب آنالیز اجتماعی سیاسی حرکت میکنید، نه فقط سیاسی یا خواست یه قشر محدود روشنفکر در داخل یا خارج از ذهن خودشون. بفرمایید. نه، من جنبندی شما کردید کاملا جنبندی درستیه. من با نظر من هم هست همین که شما فرمودید. و بدون ببینید وقتی یک جامعه فقیر میشه، مردم دنبال یه لقمه نونن، اصلا فرصت فکر کردن برای تغییر مناسبات سیاسی این چیزا رو ندارن. شما جامعه باید از یک طرف به یک درجه از رفاه برسه و از طرف دیگه باز به این نتیجه برسه که این رفاه اندکه، امکاناتی که در جامعه وجود داره باید موجب رفاه بیشتر بشه و این بیشتر رفاه رو از رژیم بخواد. و این در همه کشورهای دنیا همیشه طبقه متوسط بوده، طبقه فقیر به خاطر سطح دانش و آگاهی و این چیزاش خودش نمیتونه موتور باشه، مگر اینکه بریم بعد مسئله جنبش سندیکایی رو بیاریم وارد این مسئله بکنیم.
که جوش سندیکایی اگر به وجود بیاد، مثلا یکی از کارهایی که همین طبقه متوسط یا خورده مرفه‌تر شده میتونه انجام بده این استش که از رژیم بخواد که سندیکاهای آزاد باید به وجود بیاد. با به وجود اومدن سندیکاهای آزاد تازه اون نیروی اجتماعی سازمان پیدا میکنه که میتونه بعد در آینده به طور مدام از دموکراسی حفاظت بکنه، یعنی به دموکراسی استمرار بده، پایداری بده، تداوم ببخشه به موجودیت دموکراسی. اینا همش در همدیگه تنیده است. این که حالا حرکت اجتماعی به چه سو خواهد رفت، ما که پیغمبر نیستیم که بتونیم پیش بینی بکنیم. ما فقط میتونیم بگیم چه امکاناتی، اگر این امکانات به وجود بیاد این اتفاقات میتونه بیفته. این که حتما خواهد افتاد به احتمال زیاد، اون که بگه حتما خواهد افتاد یه مقدار داره دروغ میگه، چون آینده همیشه قابل پیش بینی نیستش که. خیلی ممنون. یه سوال کوچولو دارم، البته سوالم نیست. من توی جدیدن نه 7-8 ماه یه سال میشه با یه سری دوستانی که در داخل ایران بخصوص در نواحی جنوب ایران در صنعت نفت بگم بیشتر اینا فعالن، در سطح مهندس و تکنیسیان و کارگرم هستن، اونها میگویند که یکی از حلقه های مفقود برعکس سالهای 20 که تونستن در ملی شدن صنعت نفت تأثیر بزایی داشته باشن، واسه که اون ارتباطات ملی یا سرتاسری وجود داشت بین چه جبهه ملی و چه حزب توده در اون زمان، میگفت این اون نخ تصویر وجود داشت از پایین به بالا، بالا پایین. ولی جمهوری اسلامی که خودش حاصل اعتصابات شرکت نفت 56-57 میگه دقیقا کارشناسانه اینو نه تنها قطع کرده، قطعهای گوناگون هم کرده. خیلی کارشناسانه میگفتن که اگر شما یا ماها نتونیم به صورت جبهه متحد ملی جنوب شمال غرب، نه اون شکلی که کردها یا نمیدونم خوزستانی ها میان به شکل تجزیه طلبی، به شکل چطوری در ارتباط قرار دارن جنبش های سندیکایی، صنفی، معلمان، کارمندان، به اون شکلی که در تاریخ ایران از مشروطیت تا جنبش ملی حتی تا 57 وجود داشت یا تا ساله 60 هم میگه، ولی حتی الان اون فرهنگیان که بهترین شکلشه میگه اونم اینا اومدن اینجوری قطع میکنن که بین معلمین در فارس با معلمین تو اصفهان هم رابطه نیست، میگفت زمینی که بالا خیلی تلاش میکنن در چارچوب، ولی این میگه قابل عمل نیست، واسه که جمهوری اسلامی دقیقاً این یک نگاه امنیتی سیاسی بهش میکنه. شما که در این مورد کار کردید چگونه میبینید این تماس گرفتن، این ارتباط بگم تبادل نظر یا هر شکلی بگم، چون اینا شکل سندیکایی صنفیه، خیلی هم مسالمت آمیزه، اینا که کار مسلحانه و سیاسی مستقیم سیاسی هم نیست، شکل اجتماعیه. بفرمایید چون وقتمون داره تموم. عرض بکنم ببینید امروز وجود این چیزهای اجتماعی، این چی بهش میگن موبایل و این امکانات اینترنتی و این چیزها که وجود داره، این خودش یه شرایط جدیدی رو به وجود آورده که زمان دوران بعد از 1920 با امروز قابل مقایسه نیست. یعنی حرکت اطلاعات در جامعه شتاب با سرعت نور پیدا کرده، یعنی خیلی سریع پخش میشه. رژیم، حرف شما کاملا درسته، اینو بررسی های دیگران و خود منم که دنبال این مسئله رفتم درست همینه که شما میگید. اینا اومدن این رشته رو چندین بار پاره کردن، اون دونه های تصویر هم پخش کردن، یعنی اصلا کنار هم نیستن.
معذرت میکنم، آگاهانه هم این کار کردن. منتها ببینید وقتی مطالبات اجتماعی به درجه از تراکم برسه، یک وضعیت و بعد با این امکانات سوسیال میدیا که بهش میگن رسانه های اجتماعی، با این امکاناتی که وجود داره، این میتونه در شرایط آنچنان به هم گره بخوره و به هم دیگه ترکیب بشه در هم دیگه که میتونه موجب یک حرکت اجتماعی بزرگ بشه. شما امروز در رابطه با خود همین جریان نبرد الاقصا میبینید که چطور در امریکا و اروپا الان یه جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی در دنیا الان در از طریق همین سوسیال میدیا به وجود به راه افتاده وحشتناکه، اقتصاد اسرائیل رو شدیداً تهدید میکنه. از طریق همین سوسیال میدیا شما میبینید که چه اعتراضات بزرگی به این کشتارهایی که دولت اسرائیل در غزه انجام داده در جهان سازماندهی شده، به راه انداخته شده. فقط در لندن میگه میلیون در تظاهر، 1 میلیون نفر تظاهرات شرکت کردند. در خود امریکا، در شهرهای بزرگ امریکا چندین صد هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند. برابر این امکانات وجود داره، منتها باید اون چهرهای سیاسی، اون حرکت اجتماعی پیدا بشه که بتونه این امکانات موجود رو به سود جنبش ملی سازماندهی بکنه و به حرکت در بیاره. و این در واقع حلقه مفقود که در تمام کشورها در شرایط فعلی وجود داره. خیلی ممنون از صحبتات و به درست سوال همینجا پایان پیدا کنیم این برنامه امشب که چگونه اون ارتباطات با وجود امکانات موجود امروز سوشیال مدیا بتونیم در جامعه ایرانی این مسئله را انجام بگیره به یک شکل صحیح که جنبش های اجتماعی بتونن اگه میخواییم اون بخصوص اون نیروهای ملی که میخوان گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی برای رسیدن به استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی تمامیت ارضی ایران، چون نگاهش به داخل، نگاهش به جنگ خارجی و سر مار سر افقی در تهران است نیست. اون چیزی که در عراق و لیبی و سوریه و جایی دیگه انجام گرفت یا در عراق در افغانستان معذرت میخوام، این راه حل رسیدن به دموکراسی و عدالت اجتماعی نیست، میتونه کشور ما را تغییر کنه. خیلی ممنون از شرکت شما و آرزوی دوباره که در خدمت جناب عالی باشم دارم. خیلی ممنون از شما که به من این فرصت رو دادید و منم برای شما و ملت ایران آرزوی خوبی و شادمانی میکنم.